جوانان گروجن یک آخوند فاسد و جنایت پیشه به نام حسین نیازی را به ضرب 3 گلوله به هلاکت رساندند. 65مین روز اعتصاب قضای 4 زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج، اعتصاب قضای خانواده های 4 زندانی سیاسی اعتصابی، درگیری با ماموران سرکوبگر انتظامی در پشت بازرسی خیابان جنت‌آباد تهران، تجمع اعتراضی مردم شهر کرد علیه گرانی گاز و اعتراض کارگران تراکتورسازی تبریز و پلی اکریل اصفهان. جوانان بروجن روز یکشنبه 15 دی‌ماه یک آخوند فاسد به نام حسین نیازی از اهالی شهرزا را با شلیک 3 گلوله به هلاکت رساندند. این آخوند جنایتکار که در منطقه فرماندنبه بروجن ساکن بود در میان مردم منطقه منفور بود. 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار که در زیر اعدام هستند روز سه‌شنبه 17 دی‌ماه 65مین روز اعتصاب قضای خود را پشت سر گذاشتند. از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 16 دی‌ماه کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی بیهوش شدند و به بهداری منتقل گردیدند. این زندانیان تا ساعتها در حال بیهوشی قرار داشتند. هر 4 زندانی وضعیت بحرانی دارند و حتی در نوشیدن آب نیز دچار مشکل می شوند. حامد احمدی و جمشید دهقانی نیز مجدداً دچار خونریزی شدید معده گردیدند. این 4 زندانی 17 تا 30 کیلو از وزن خود را از دست دادند و پزشک زندان وضعیت این زندانیان را قرمز گزارش کرده است. اعضای خانواده 4 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج دست به اعتصاب قضا زدند. بنا به گزارش‌های دریافتی، خانواده‌های جمشید و جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و حامد احمدی از روز شنبه 7 دی‌ماه که بعد از ملاقات با فرزندان زیر اعدامشان به کردستان برگشتند، در اعتصاب قضا هستند. به رغم فشارها و محدودیت‌های گسترده رژیم ولایت فقیه بر هموطنان اهل سنت به خصوص در زندان‌ها، این هموطنان به مقاومت در برابر دشتیمان خامنه‌ای ادامه می‌دهند. از جمله در حالی که زندانبانان زندان گوهردشت زندانیان سیاسی اهل سنت را از برپایی نماز جماعت و هر گونه تجمع منع کرده و زیر فشار قرار دادند، این زندانیان اقدام به برپایی نماز جماعت می‌کنند. به صحنه‌ای برگرفته از اینترنت توجه کنید. سرنشینان یک خودرو در پست بازرسی انتهای خیابان جنت‌آباد تهران روز جمعه 13 دی‌ماه جاری با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که به بهانه آخوندساخته بدحجابی آنها را متوقف کرده بودند درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. جمعی از مردم شهر کرد روز دوشنبه 16 دی‌ماه با وجود سرما و ریزش برف شدید در مقابل اداره گاز این شهر تجمع کردند و به افزایش هزینه گاز اعتراض کردند. کارکنان شرکت پلی اکریل اصفهان روز دوشنبه 16 دی‌ماه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان مطالبات عقب افتاده خود شدند. کارگران شرکت تراکتورسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق عقب افتاده بار دیگر در مقابل سازمان صنعت و معدن رژیم در آذربایجان شرقی تجمع کردند. کارگران علیه رئیس سازمان صنعت و معدن رژیم و برخی اعضای مجلس ارتجاع از آذربایجان شرقی شعار دادند و خواستار استعفای آنها شدند.